بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم وطندارای عزیز، وقت همه شما بخیر باشه. به این گزارش ویژه ما خوش آمدین. ما آمدیم به ناحیه هفتم شهر کابل، به دشت پدوله. وقتی که میگم دشت پدوله، یک تعداد که از ماجرای دشت پدوله در گذشته خبر داشتن تا به حال به یادشان است، اونا به یاد خاطرات ناخوش میفتن. کسایی که خبر ندارین، معلومات ندارین، امروز در این گزارش خیلی گپا داریم در رابطه با دشت پدوله. قرار شنیدگی، قرار قصه که به ما از این دشت پدوله کردن، در زمان جمهوریت به یک بارگی گپای پیدا شد در قسمت چور کردن نمره همت وطنی بگیم. یعنی هر کس خودسر در اینجا می آمد و یک نمره را غصب میکرد، به نام خود میکرد یا میگرفت در قید خود. باز بعدش مردم که نزدیک به دشت پدول هستن، مثل مردم چهل ستون و دیدانا و همین منطقه دارالامان و دوغابات، اینا یک سلسله گپای را گفتن که یعنی ما نزدیکتر به دشت پدول هستیم. باز بعد یعنی بر ما میرسه، از هر جای نباید کسی بیاید دشت پدوله نمره بگیره. باز بعدش مقامات حکومتی همون وقت نایه حوزه اینا دست به کار شدن و بالاخره این منطقه را خط کشی کردن قانونی و یک نمره زمین در بدل 5,000 افغانی به هر کسی که میخواست اینجا نمره بگیره میدادن. خلاصه گپ ای که باز یگان زره گپای پیدا شد که بازار سیاه بود. حتی بر ما که قصه کردن تا 20,000 25,000 دلار هم یک نمره گفتن که زمان به فروش می رسید در بازار سیاه. یک نمره زمین که من میگم دیگه همو سه بسوا میشه که من اشتباه نگویم. به هر صورت ای که چرا در این گزارش آمدیم، خیلی گپای دیگه هم هست. من هم میخواییم که در اول گزارش زیاد پر حرفی بکنم. آمدن وطندارای ما از بیرون افغانستان به وطن زیاد شده. خیلی دوستان پیام کردن که اگر امکان داشته باشه یک گزارش از دشت پدوله برای ما داشته باشین که فعلا وضعیت چگونه است. آیا به همون شکل بازار سیاه سابق است یا که فعلا آدم میتونه به شکل بسیار اصولی و قانونی در اینجا یک نمره زمین بخره؟ در کل دیگه ببینیم که وضعیت مردم و یک تعداد البته اینجا که به نمایندگی مردم گپ بزنن در چی وضعیت هستن، مشکلاتشون چیست، چی گپای بگفتن دارن، آدم میتونه اینجا نمره بخره یا نخره. این چهار راهی را به نام البته بخش دوم دشت پدوله است، چهار راهی که بنام چهار راهی سر به خودم یاد میشه. دیم که بریم. ولل یک برنامه غمگین تانه دیدیم، هم که شما غمگین شدیم، خدا خوشحال تان داشته باشه. خشت خود در نمره خود بردن نمیتونه فیزا. کدام مسئولیت داری؟ کدام کار داری؟ چاره در حساب ما دیگه، چاره سر بخواد. در سرکای دشت برچی که برآمده کل اگه مردم دینمی زمین داده و یک بخش از معلولی معیوبی نداده، دینمی سرکای از این قیر شوه، همین کل پدوله آباد میشه. ولی خدا دیده تو رو تو جزا داده با اسکلت پنچر کرده که پیاده بردی. چرا گریختی؟ تو باش که اونموجه یک لالا استاد کرد موتر همراه زمون یک کمه گپ بزنیم. موترش استاد هم نمیشه، پشت سرمه. باش که من گفتم من بیم پیش خیرتی است. انشالله جور هستی؟ جان جور هستی؟ خوب هست؟ تا هم جور هستی لالا؟ خیرتی است انشالله؟ سیعتت خوب هست حفیظ جان، قربان سر شم. بسیار محبت کردی استاد کردی، گفتیم باش که سمت ما آمدین بخیر. خوب خواهیزی برنامه خوشکل تا نهند ایران میدیدیم، خوب شد از نزدیک دیدار ما شما شد، خوشحال شدم دیگه. خوب خواستید تازه آمدی از این؟ آه تازه آمدی. اونجا هم گزارش های ما را میدیدیم؟ آه خوب صحیح مزه میکردیم. آه کیف میکردیم، عشق میدیدیم با خدا. دیگه اما تا برنامه جالب خوبی داشته باشین. امام خوب خوشحال دستیم که نزدیک دیدیم شما را، همکارای تانه
خدا کمال نکنه. یعنی وطن دیدیمت پرده، وطن دیدیمت، خوشحال شدیم. والا می دیدیم دخمه شدیم پشت وطن. قربان سرت شوم، بخیر باشی. یعنی می که مردم ما در اینجا قناعت دارن، دلشان هم از کار میکنن، در وطن خود آمدن. یعنی می کلان گپ از ما دیگه. والا یک برنامه غمگین تان دیدیم، هم که شما غمگین شدیم، خدا خوشحال تان داشته باشه. خدا در کار کلگی ما و شما را موفقیت نسید. امین نام تا نگفتی؟ نامم امید جان است. امید جان، خدا خیرت بتا گمش کو بیا از خوال ما یک رقم کلگی ما را گفت گیریانو. خود چی کنیم دل ما نازک از بیادر یک گفت کشد بیادر. انسان خوب بسیار یک موجود ضعیف است. خدا وطن ما و شما را گل گلزار داشته باشه. خدا کاربار در وطن ما بیاره. والا کل عمر ما در مسافری تیر شد آمدیم بخیر دیگه، خدا همینجا کار کلگی ما شما رو جور داشته باشه. بیشتر چند سال در ایران بودی؟ والا سال 92 میریم میاییم دیگه، تقریبا یعنی 8-9 سال شد. هیچ چیز دیگه وصول نشد؟ نه والا تو من هم دیگه روز بروی دیگه پا این آمد پسفر آمده میره دیگه، خدا همین ممنون چیز جور نمیشه، خود ما رو جور کنه. مقصد خوشحال شدیم حفیظ جان. قربان بسیار تشکر. بیا مهمانی ما شوی. قربان سر موتر لالای استاد نمیشد گفت خیر تو به طرف ما بیا. والا دیگه این بریکش خراب است دیگه، موتر استاد نمیشه دیگه، ما پیش شما کم دیگه ببخشید. ما همیشه گفتیم بیادر شما تا نشه نبه ما پیش شما می. خیرتان بده. هنوز هم یعنی کار و بار روسه هست که این خوازه رو میبرید ایده. والا دیگه میریم دیگه. خوازه کار است. خدا مهربان. جور میکنن خانه ما نه دیوال ما. والا دیگه اجازه کار سمت نه یافتیا نداده دیگه، ما مشغول هستیم کار ما رسیم کار داشتیم اینجا بازش کردیم. یه خدا مهربان است. قربان باشو چار. خدا کتم کارو. کتم کارای شما. والا خدا خیرت بده. قربان تو. با عزت باشی. این او بدر. از یک طرف خدا محبت یارا کم نکنه از سر ما، از طرف دیگه ای که دی دشت اینا کم کم آبادی است. همون رقمی که در اول گزارش گفتم که علاقه داره. ما امروز هرچند که گفته یگان تا همین گرمی که زیاد میشه باز بخیر دیگه زود توش نمیشم، در این دشت پدوله و این هفته و سوزان تنها یک ذخیره او در این امینجا است که تقریبا گفتن 30 خانه یا 50 خانه از اینمی ذخیره او از امینجا میاین او میبرن. در اینجا نه بمبه است، نه ناله است و نه چای است. چیزی که گفتن ای که ایر از کجا پر میکنن ایر هم نمیفهم. اما یک گپ دیگه ای است که او اینجا شور است یا شیرین است، که باز اگر شور باشه خب اصلا هیچ خورده نمیشه برای ظرف شستن و برای بعضی گپای دیگه که ضرورت است استفاده میشه یا برای خوردن هم استفاده میشه یا نه. اما یک گپ هست نمیگه، آب حیات است، آب زندگی است، او زندگی است، قدر او بدانیم. بیم که هیچ وقت این در این تو جای های کابل که بیایم ببینیم باز دیگه باز قدر همه چیز در سر ما میزنه که باید متوجهش باشیم. خدا کنه نصیحت نشه یک نظر برادر کوچکتان است. مگر من یک ذره بخورم همی عوام که قدر دست میخوری یک مزید دیگه داره. بد نیست، بد نیست، شور هم نیست، خوب است. یعنی که بچه های هم کار میده که یک چایک دم کنی و بخوری. کجا بخر سرپایان شدی؟ بیا تو بیا بیا اینجا بیا بیا بیا. سلام ماندنم. بخیر است، جور هستی؟ بخیر است، بخیر است. از کجا رسیدی؟ از رو دفتر آمدم اینجا. از اونو دفتر آمدید؟ اونو قسمت است. امراین ما معاملات از شماست. میایم اولا بشیرن ما میایم بازه که قسم هستیم. صحیح صحیح. چای میخوریم؟ قربان سر. تو همونجا یک چای دم کن میاییم. صحیح صحیح. گپ داریم. برو چای هست کنگ پیار. قربان سر. بخیر باشی. سلام علیکم. علیکم سلام. بخیر است. جان جور است. ای بیادر هم از اموجه آمد. خوب استین. بخیر جان. خیرتی است انشالله. بخیر است. گلتانم سایه را گرفتین اموجه. قربانتان. کجا هستی؟ اسپیشال سوپ و برگر و جرمن رول چیز نیست دیگه کراچی. پیشین پیشین فعال میشه. پیشین پیشین فعال میشه. بیا نزدیک ما بیا دقیقه عین میشه.
از امو اول که دیدم تذبه دم دوست بالا میری و پایان میری، کدام مسئولیت داری، کدام کار داری؟ پایمی چاره به حساب ما از اگر چاره سر بخود آلی سر بخود، چرا سر بخود دام از این چاره ایرم؟ سر بخود اینه میفیوس از این تیما که میپره اوتومات میکنه دمی حسابی را قرار نام شما نکرد، سر بخود او میکشه سر بخود گل میشه با مو خاطر بیادر نام چاره ایرم، نام خود چیز؟ جاوید. جاوید؟ بس تخلص چیز؟ تخلص یوسفزای. یوسفزای؟ نام اصلی ما صدرالدین است. صدرالدین است. خواه تخلصت. من تو مال تخلص هم سر بخود نباشه. سر بخود نخواه میان دیوالا گرفت انداختن. خواه از شوخی میمانم. نگنند. سر بخود سر بخود نه سر بخود چود خلاص. بابا نسرت شم. بخیر باشیم. ای چاره ای را به نام چاره سر بخود و بخش دوم میگن نه؟ بخش دوم دوم پدولا. صحیح. حالا دمی ذخیره از کجا میارن؟ کی میاره اینجا بازازی چند خانه میبره؟ از این خو یک 30 خانه است که میبرم این از اینجا ما پرش میکنم نل. خب اینجا چا است؟ آه چا داره. اینجا چاره کی کنده؟ چاره ما کنده بودیم سابق. خب چند سال پیش؟ یک 10 سال پیش میشه. مصرف شکی داده بود؟ خودمو. خب زیس بشک. خدای مردم منطقه. نه اینجا زمینا بود که سرک اومد دیگه باغچه بود دیگه بود دور رفت مسئله شال دیگه. خب شخصی. آه شخصی. صحیح. اوش خوردم شیرین است نه؟ او شیرین است. شیرینه. یا امروز ما دارم بد مزه. نه اوش اوش صحیح. قربان محبتت. خیر ببینید شکر که حداقل این چاره رو کندین خانه تان آباد. آلی او که میبرن از اینجا مفت میبرن یا پیسه؟ نه مفت. خانه والا به نام خدا. شما میجا زمین دارین نمره؟ آه زمین هست. چند نمره؟ در حساب دیگه یک گشت تشتونیم جری زمین بود. چند نمره میشه؟ نمرهش تو در حساب دیگه نمره اکی نیست خواهد چار بیادرها بودی. شما چه رقمی گرفته بودین؟ از ما خو بابای ما امیر خیرده بود. خواه جایداد پدری پیش از این جنجال هایی که در دوره جمهوریت؟ آه دوران داودخان بود از او پیشتر بود. تشکر. رفتیم با امان خدا. بخیر باشی. یک تغییر نو هم میبینیم اینجا که کار شده کندن این قسمت و اونو قسمت خطای سفید هم انداختن، یک خط انداختن. بیاتونه؟ السلام علیکم جرده باش که ما ایلاوه ایلاک طرف های ما دارو خوری. السلام علیکم. انشاءالله خیرتی سنشا خوب بخیر گلو کوکو جور هستی؟ ساعتت خوب؟ فامیلا کلای خوب؟ شکر الحمدلله. شکر که پیشانی واز میبینم. والله ایلاوه لکی طرف های مادر بخوری او بدر ولی دشت پدوله اونو مرقمه که دشت بود حالا مرو مرقم از هیچ کس آدم دیده نمیشده ایش ای دشت خو پروژه پدوله از طرف شاروالی کابل ای توضیح شد تقریبا اون وقت قسمی کنیم آه دیگه 4000 نمره است. از 4000 نمره کلش توزیع شده. بخش اول دوم؟ بخش اول دوم. فاز اول فاز دوم. این همی که ما شما ساز داشتیم فاز دوم است. فاز دوم یا بخش دوم؟ بخش دوم. فاز اولش از لیسه خوشحال خان به اون طرف است. فاز دوش از اینجا شروع دیگه به اون طرف های دامن های کو. اینجا به تقریبا 12 سال میشه که توزیع شده. در 12 سال این فقط اولین بار است که داخل پروژه با طول 750 متر یک سرک نو جور میشه یا هم دمی حمارت اسلامی. پیش از اوش خمی دکام دارن نشده بود. جنجالی شده بود نه؟ نه ولی یه جنجال نداشتی از طرف پروژه از طرف شاروالی توزیع شد. چیزی که لکدار یک دفعه جور شوه باز طرح مرایل اسناد از او باز بسیار جنجال ها را داره. تا که می برای از این قات از او قات که صحیح جور شوه. نه فضل خدا خود کدام جنجال الحمدلله نداره. همین چیز ما هیچ کدام جنجال نداره. پروژه توزیع شده شاروالی است. مشکل هیچ مشکل نیست الحمدلله. بخیر باشی. این خطا انداختن تا کجای این خطک انداختن از این همی سر چارایی شروع تا نوش مکتب چیز خوشحال خانه اون یک چاریگه کس تا این همی جره ما امرش 4 کیلومتر از شاروال صاحب گرفته بودیم 4 کیلومتر با 4 کیلومتر البته کمبود بودیجه بوده چی رقم باز این همی 750 مترش به خاطر لیسه خوشحال خان و به خاطر پروژه این همی کار اساسی شد بخیر قیر میشه یکی قیر شد دیگه هم قیمت ها بالا میره اگر زن باشه قیمت میره ولی قیمت خود چی میکنی خود که جور شد که بخیر آباتی شد مردم بیاید و مردم بخیر آباتی کنن از خاطر که برق نداره او نداره اسم تراموش بشه عفیز جان قند بیادر برق نداره او نداره سرک نداره مردم بسیار با مشکلات مواجه است یکی و دوم دیگه این یوارکاری پروژه خود قطعا نشده در فاز دو این شما باز یک بگیرین یک گزارش از اون طرف که این مردم سنگ و این همی
خشت خود در نمره خود بردن نمیتونه فیزیکا تا به این انداز. آه بله بله قربان شما. میرم تو میرم که اینجا را دیگه نشان بتم برای بینندای ما تا به اون طرف ببینیم که دیگه چه تغییر و گپ نو از این طرف. قربان شما. خب یک شایخ دیسی که در دفتر میده بده الهی شکر کمی دلکت خوش هست پیشانی دواز هست به من هیچی کل چیز هست. من رئیس شورای این پروژه هستم. نام خدا نام خدا این همی اول ما معرفی هم خواه از بس که ما شما که دیگه ما را دوست داریم هم معرفی هم نمیشه. من خواه میبینیم در می گزارش ها همه قدر یعنی یک جوان با استعداد یک جوان نیک و یک جوان همی درد مردم به ملت و به حکومت میرسن. قربان سرت هم بسیار خوشحال شدم. حال مثلا اگر کسی در اینجا بخواه نمره بگیره میایم بخواه بیایه بگیره میتونه مشکل نداره. اگر از طرف شاروالی با شاروالی خود توزیش خلاص شده همی 4000 نمره تماماش توزیع شده. برای کیا توزیع کرده؟ ایره برای مردم کسایی که خانهشان در سرک چرسون رفته، در سرک دالمان رفته، در سرک چارقلا رفته، در سرک میدان هوایی رفته، در سرکای دشت برچی که برآمده، کلگی مردم دینمی زمین داده و یک بخشی از معلولین معیوبی نداده. دیگه اینمی مردمای بسیار کسایی که مستحق درجه یک خود من هست رئیس شورای نمی دشت پدوله. بله یعنی واقعا برای مستحق داده. بله 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 یک چند نمره که برای چیز داده بودن برای وکیل صاحبا اونا فروختن رفتن. یگان گپا کاداش نه گذشته یگان واسطه و وسیله و گپا خو و فروختن رفت. رفتن خلاص شدن فقط همین مردم اصل مانده و مردم همین مردم غریب و بیچاره دست مانده و پای مانده مانده که اینمی حالت داره پروژه ما. بخیر رئیس عزیز قربانشم قربانشم بخیر باشه با امان خدا خداحافظ. سلام علیکم چی آوردین شما؟ خالص مادر خالص ما گفتم که در ساخت و ساز کدام ذره مواد آوردین؟ نه فعلا خالصیم دیگه تا که بریم بخیر از طرف های سنگ نوشته بار کنیم پس بریم. خب بیشک چی میارین در موتر ایجا؟ سنگ ریگ اون چیزی که مواد مردم ضرورت داشته باشه باز میارین. بیشک اینو شکر که اینمی کار ایجا است که برای شما هم یک چیزی میشه که میرین یک سمت و ریگ و خشت میارین. کل به خدا امید به خدا جان. شکر که همه خواهد. هزار بار شکر دار. در گپی اگپی هست. در گپ چهار طرف پنج طرف دگام میشه. توکل به خدا خدا مهربانه ده یک نفر ده یک موتر مواد مثلا ده 15 نفر روزیش بند است مثلا توکل خدا خیر نصیبت بکنه کارت برکت جمله از کل ما شما را خدا عزت بشی قربان سرت رئیس صاحب با عزت باشی. پیش بریم که ما خو مسئولیت دار هستیم ما خو ناگزیر هستیم که پول برداری کردن اینجا را بریم که تامی جان آبا چه مانده خو نشدی امروز کل گپ سر دشت است. خو 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 یک چیز از پیش من که پرسان بکنم که اگر کسی بخواه بگیره ولی رئیس صاحب گفت توزیع کردن دیگه توزیع نمیکنن اما دقیق پرسان نکردم امیده که یک نمره زمین را چند توزیع کردن یعنی میره باید پرسان بکنم که یاد ما نره یکی اونو قسمت یک دو دانه یک کوتیگه کس نمیفهم که اونو به خاطر چی در اونجا است. کل جای راهنمای معاملات است و این قسمت که میبینین یگان خانه فقط همو خشت دیوال کده دیگه کارایش مانده دیگه اینه فکر کنین اکسی 40% کارش پیش برده و زیادترش به شکل چهار دیوالی همو تو باقی مانده. آیا ایره مفروشن پس ای که چرا آباد نمیکنن ایره ما باید پرسان بکنم. این خط سفیدم در اینجا انداخته او بدر اینجا غیر راهنمای معاملات دیگه ای چیز نیست. آه تو بیا پیش بیای ارسد پیش بیای بیا سلام علیکم بازم سلام سلام چیال داری بیادر تو بیا بیادر بیا که باز ما دیر باد میایم دیگه باز ببینیم نبینیم بیادر جور است خیرتی است انشالله بخیر هستین. گفتم او بیادر غیر دکان راهنمای معاملات علی یک دکان خوراک فروشی یک چیزی که آدم هاو میگیره یک بسکیت میگیره دای دشت دشت میاد ها سرک نیست دیگه هیچ چیزی نیست چه سرک جور نبود دیگه چیز نبود دکان جور شه دیگه شو غیر این راهنماست خلاص بس امی آه بس امی مالی باز نان داره بله خدا میره بانه داره که جور کردیم بگم دیگه توکل به خدا فعلا خود نداره دیگه میبینی که دشت سر نیمی سرک جور شده که یک ذره این خودت آمدی پیدا شدی که نهی بودی ولی اگه تام میترا مگه میدیدیم بیا بگم اون کاکای ما بگی یک کمک پیش ما بیا که یک دو کلمه گپ بزنیم بیا که ما گفتن بیا ما تو را کس کار نداره ما تو را کس کار نداره ما تو بی غرض آدم هستیم تو را چی کار داره کس همه کو میگم هر کلش هم میگم صفا صفا میگم بگو قربان سرت اول نام تا ما بگو نام عبدالوحید است کاکا عبدالوحید
چند سال از دشت پدول هستی؟ یک هفته 8 سال میشه که میگی. یک هفته 8 سال هستی. اینی نمره رو دیدم کلاگی به تو چهار دیوالی مونده بسیاری آباد نکرده. چرا آباد نکردن؟ خیلی دیگه گرفتن نمره. یه دیگه به حساب سابق که بود دست مردمایی بود که مثلا به حساب تجارت گرفتن تجارت میکنن آباد نمیکنن. و صاحب سابقهشون که بود دیگه از اینم وکیل صاحبا و سناتور صاحبا و دیگه دیگه بود که از قصهش نبود دیگه قیم. حالا که ما سعی میکنیم که از قصهش نیست. حالا تالا هیچ کدام کار نشده. نه و کار شروع شده مگم فقط صرف نشان میتن خدا باز خلاص. یک نمره زمین سه بسواز؟ نه. چند توزیع شد؟ با قیمت چند؟ 4,80,000 روپه تاویلی دولت شده است. 4,80,000 روپه؟ بله. یک نمره زمین؟ فعلاً کم تفاوت که بلند شده. خب. بله. مثلا چند شده باشه؟ امکان داره که تاویلی 6,80,000 این چیزا. خب تاویلی دولت. بازیجه چی گپ داره؟ اینجا دیگه این قیمت های خاص خود دارن. از سر سرک یک چیز است، از کوچه ها دیگه چیز است، نوشا دیگه چیز است. دیگر کدامش قیمت خاص در تاویلی دولت یا کسایی که خریده مفروشن؟ کسایی خریدن مفروشن پس. خب مثلا عالمیال یک نمره زمین اینجا نفر به نفر دیگه چند مفروشن؟ خب گفتم تون که هر کدامش قیمت های مثلا مختلف. سر سرک باشد؟ سر سرک یک کمک ارزش خود داره مثلا؟ بلتر 25 لک قیمت هایش هست 25 لک افغانی؟ بله. کوچه ها که از باز 15 لک، 18 لک، 12 لک یک نمره چپه و راسته دارن، نوشا دارن یک نمره؟ بله یک نمره نگه به حساب سند ملکیت است. سندش هم قانونی است؟ آه سند ها قانونی است بخاطر کس تاویلی داره. آه تاویلی هم کسی که میخره برالاوی تاویلی دولت بازی رو 25 سیلک بخره؟ نه نگه او کسی که مثلا اول تاویل کده زمین از جز ملکیت از جز بازو که قیمت خواهی که میگیره خب باز دونه او میسنجه میسنجه هم بله یعنی اینقدر تاویل کده میانه که مفروش بله خوش باشی اینه که گفت سلامت باشی خوش باشی بخیر باشی انشالله تا دیگه دفعه که میام اینجا قیر میشه به نظر من الا والا نه نکنه اون تو خط سفید هم داشت الا والا بدر اینه می سرکای از قیر شوه همین کل پدوله آباد میشه همین مردم از نمی جنجالا خلاص میشه یکی سرکای از قیر شوه همین دولت کوشش کنه دیگه پایای برق از بیه اینه می دولت اصلا که نمی باید کوشش کنه سر از اینه می الان می سرک قیر شده مردم بسیار راحت شده مردم دل گرفته ایسو که بیادر بیاد اینجا جور کنه البته اینی سرک نه خود دشت پدوله سرک که از طرف دیدان چیز دیدان میشه دو قابات سایکو بیادر قند او سرک جور شوه که بیاد اینجا می سرک های داخل همی پروژه اوارکاری شوه قیر شوه که آوازی کانالیسون ازی جور شوه همی کل مردم دینم اینجا دل میگیره وقت همی بود بیادر دینجا که مردم می آمدن می دیدن دشت بود عالم دشت است کس دل نمیگیره همی اول که تو را دینم اینجا خانه داده باشه دینم اینجا برق نداشته باشه یو نداشته باشه جای زندگی نباشه مکتب نباشه تو چی رقم زندگی میکنیم اینجا دقیق تنها مسئله چهار دیوالی نیست صد گپ دیگه چهار دیوالی نیست که نمیجا مردم سرمایه گذاری کرده با ازارها لگ سرمایه گذاری کرده اینجا مردم کلگی زیادتر نمره ازی هست که خانه ازی ها دلب سرک رفته همی سرک چلستون جور میشد همی خانه مردم رفت اونمو خانه مردم هم رفته نمی علا اونمو پیسان داره که نمیجا آبادی کنه مگم در اینجا هیچ چیز معیه های زندگی نیست دقیق کل چیز زندگی که جور شده گپای اساسی داره بیادر در اینجا بیا چی کنن بسیار تشکر اونمو کتیگه که چی او ذخیره های او هسته که برای مکتب خوشحال خان برای لیسه خوشحال خان از خاطر اوش هسته کمه که پیشتر آمدیم به یک بخش دیگه همین دشت پدوله ذخیره دو دانه است چقدر خوب ذخیره را محکم ساختن و ایرم به خاطر از اون مکتب گفتن و یا شایدم که دقیق نگفت که از این ذخیره مثلا مردم دیگه هم میتونه استفاده بکنن یا نه نظر به گپی که جاوید جان سر به خود گفت گفت که ما اینجا چهار شخصی زدیم تا اینجا ذخیره را ماندیم که مردم ما اگر او کارشان میشه بیاین از اینجا ببرن اما خدا خیرشان بده هستن یگان انسانای دلسوز هم هستن که یکان جای دل می سوزم منطقه یک چیز دیگره که من می بینم او قسمت چقدر سرسبز است چی حال داری بیادر؟ قراریست؟ جانک جور است؟ شکر بخیر هستی؟ بخیرم چی قصه است؟ چی گپ از اینجا؟ همی سرک جور میشه خب سرک اوارکاری میکنیم آه اوارکاری میکنیم که باز است
اسفالت میشه. اسفالت میشه که باز بقیر آماده شود. دقیر آماده شود. خیر ببینید در یه هفته و کست آفرین شما. چه کار کنیم باید؟ کار است دیگه. کار نکنی نمیشه؟ نمیشه نه. دیگه نخواه ما بخاطر کار آمدیم نیم؟ بله بله بله. بخاطر که اونو قدر نفره که در اونجا هست از ما توقع داره. بله آه. بخاطر که با هم میخواهند ببینند که در وطن ما چی میشه. بله آه. بشک. اینی طرف چی هست؟ اینی قسمت مکتب است نه؟ این مکتب است. مکتب خوشحال خان. بله آه بله. چقدر خوب سرسبز است. کل همی دشت که همتو سرسبز شود اگر چی غم داریم؟ غم نیست دیگه. ما همی سرسبزی خوب است که باشه. بشک بشک. خودت کدام نمره اینجا نخریدی؟ نه ما اینجا پروژه را گرفتیم. ما نمره اینجا نداریم. پروژه شخصی گرفتیم. پروژه شخصی گرفتیم. از طرف دولت. از طرف شاروالی کابل گرفتیم. چقدر وقت داده که باید خلاص کنیم؟ مدت 6 برجه است که باید ختم شد. 6 ماه. 6 ماه. در 6 ماه خلاص میکنیم. خلاص میکنیم. قیر میشه بخیر. قیر میشه بله. اگر قیمت خانه بود 20 لک میره 25 لک. 25 لک بله. نگفتی بگو ما تو فایده میرسانیم. آه خوش بال از که اینجا نمره داره دکنج عزیز سرک. بسای خانه اینجا زیگ سرک هست عش میکنم. عش میکنم بله. نمراش یک بده میشه. آه یک بردو. بله بله. خب چقدر خوب است امید جان که تصویر او قسمت داشته باشی. چرا بعض دوستا اگر ما گلم میکنن که امید ما تو را خود زیاد میبینیم. خوب است که اون طرف تصویرهایشه ببینین. این مکتب است. چقدر سرسبز است. چقدر یک فضای خوب داره. اما یک ذره یک امکانات کمتر. یکان سایبان باشه. یکان چتری سایبان سعیز دیگه اونمو که شاگردها باز بخیر در اینجا دیگه بشینن کیف کنن درس بخونن لذت ببرن از این فضا و از این هوا. خدا کمتان نکنه که همیشه گزارشای ما را میبینین. این سرک هم دیگه اونو قسمت فکر میکنم باز بخش دوم دشت پدوله میشه. بسیار مگم اونو قسمت ها را که میبینم واقعا کار خوب کردن. این خانه این نوش سرک هست باز اینا قیمت است. نظر به گپه که راهنمای معاملات گفت. دمی هفته و سوزان. دمی هفته و گرم. مگر چند تا مشکل کیجه هست. مشکل هوا هست. مشکل برق هست. مشکل مکتب هست. مشکل کودکستان هست. مشکل اینی مشکل ها هست. و سایر مشکلات. امیدوار هستم تا دیگه دفعه که بخیر میاییم امرو رقم که سرکش قیر میشه اونم تو باز این مشکلاتشان عمل شود که کسایی که این نمره خریده باز از هم نمره خریدن پشیمان نشن. آلی من چرا پیاده میره؟ آل بایسکل داری خدای گرمی باید در سر بایسکل بشینی بدوانی بری چرا پیاده میایی تو؟ پنچر شده. پنچر شده؟ آل در کجا زدیش که پنچر شده؟ سر شیشه زده شده. کدام تو تا شیشه رفته در تایر؟ آلی توب داره؟ خب حالا تا سرک ها دیگه باید پیاده بری؟ آه دیگه. اگه همه تو بری نمیبری؟ آه بچه صبح کسی که گرنگ نیستی برو میرسانی. نه چی میشه؟ توپش خراب میشه. توپش خراب میشه؟ آه. خب به او خاطر باید پیاده بری. خانه تان کجاست؟ حلیفتو اینجا. حلیفتو؟ آه. همین نزدیک دشت پادوله؟ آه. خب مکتب رفته بودی؟ آه. رخصت شدی؟ آه. تو که بایکت؟ بایک دو اونجا مانده. در دگه جایی مانده؟ چرا که نگرفتی؟ امروز گریزی کردیم. ای را گیر کردیم جایی نری. صبر کن تو که این ناجوان و ناخرابات مکتب گریزی کرده. از مکتب خوشحال خان؟ آه. حال تو چرا مکتب گریزی کنی کلان آدم؟ وای زنر روز درستم یاد باشه. نه بچش روز چند مزمون درس میخوانین؟ ها؟ چند مزمون درس میخوانین؟ یک صفحه دو صفحه. نه چند مزمون؟ چند کتاب میخوانین در روز؟ روز یک کتاب. یک کتاب؟ آه. خب این از بس که مکتب گروزی کرده هیچ هم سیستم هم تابال پیدا نکرده که روز چند مضمون درس میخوانه این آدم. ایره چی کنیم حالا اینا مکتب گروزی گیر کردیم ما را غرض نیست که در تلویزیون دیدن باز کتید کار دارن. خب ایره خب میفهمی حالا چی کنیم که تزی
ولی اون خدا خدا دیده تو رو تو جزا داد اگه بایسکل تا پنچر کرد اگه پیاده بود تو چرا گریختی؟ چند بجه رخصت می شدی؟ 11 بجه حال خیال 11 بجه نشده 11 بجه از یک ساعت خب؟ تو وقت گریختی دی یک نیم ساعت گریختی؟ نامت چیست؟ عبیدالله مکتب گروزی کرده چی بگویم گمش که بانگ بریم ما مکتب گروزی کردیم خب اما قدر زیاد نه نام خدا چطور هستی دخترک؟ خوب هستی؟ ای نام خدا نام خدا برو خدا حافظت برو خدا حافظت دیگه مکتب گروزی نکنی که با خدا باز دیگه دفعه گیرت کردم لطت میکنم برو قربانت شم خیره لط کده نقش نداریم خونتا دیگه مکتب گروزی نکنی سعیز؟ برو قربانت شم خدا حافظ در مکتب ما میریم که مثلا درس بخونیم یکان چیز یاد بگیریم سلام علیکم نه اینکه از مکتب بگریزیم یادم مکتب گریزی های حمید عزیزی بخیر که گفت یک دفعه قصه کرد گفت اثر دیوال خود انداختیم برادر کتابا را در یک جای موندیم خودمو اما تو رفتیم که رفتیم پس آمدیم که کتابا را دیگه یک از برده خانه رفتیم خانه کجا بودی مکتب و کتابای تا خود یک کس آورد گفت و هیچ والا کتابا را برازو دادم که گم نشه او را گفتم خانه و هر صورت قربان محبتتان که همیشه گزارش های ما را تماشا میکنین این بود گزارش ما از دشت پدوله با امید از اینکه تمام مشکلات مردم ما در هر گوشه افغانستان که هستن بازتر این فرصتش حل شوه و یک زندگی آرام داشته باشه تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهدار همه ما شما.